خب توی ویدیو قبلی راجع به صفت و قید باهاتون صحبت کردم و تعریفش کردم گفتم صفت کجا کاربرد داره قید کجا کاربرد داره حالا اینجا دوباره مرورش میکنم و یه سری صفت و قیدا رو بهتون معرفی میکنم که از اون حالت نرمال خارجه مثلا یه صفت هایی هست که قیدش هم همون شکلیه یه قیدی هم داریم هاردلی که این هاردلی با اون معنی که تو ذهنمون میاد فرق داره کلا خود هاردلی اندازه کل درس قبلی نکته داره بنابراین این ویدیو رو ببینید خیلی به درتون میخوره به نظرم از درس قبلی نکات بیشتری رو میتونید ازش یاد بگیرید درس قبلی معرفی کوچیک بود اینجا اصل کاریه که میخوایم استثناعات رو بگیم و نکات بیشتر رو بگیم سلام بچه ها من پیمانه و خیلی خوش اومدیم به درس 101 کتاب Grammar in Use میخوایم راجع به صفت ها و قید ها بخش دوم صحبت بکنیم اول میایم good و well رو با هم مقایسه میکنیم. همونجور که تو درس قبلی هم گفتم good سفته well قیدشه یعنی good میاد یک اسمی رو توصیف میکنه یا میتونه بعد از فعلهای بی، فعلهای feel, taste, smell و look, سیم بیاد ولی well باید یک فعل رو نحوه انجام یک فعل رو توصیف بکنه. your english is good فعل is یک فعل توبیه و باید بعدش از صفت استفاده کنیم your english is good not is well یا این جمله Sophie is a good pianist. پیانست یک اسمه و برای توصیف کردنش صفت رو میذاریم پشتش. Good. حالا توی جملات بعدی از غیر استفاده میکنیم چون یک فعلی انجام شده میخوایم نحوه انجامش رو بگیم غیر استفاده میکنیم. You speak English well. شما انگلیسی صحبت میکنی. چجوری صحبت میکنی؟ خیلی خوب صحبت میکنی. You speak English well. well اینجا قیده و نحوه انجام فعل رو گفته سوفی پلیز the پیانو well پلی اینجا فعل نواختن چجوری می نوازه سوفی؟ well. به خوبی می نوازه قید خیلی خوب این که مال درس قبلی بود حالا یه سری پست participle داریم که خیلی معروفن و باید قبل از اونا از well استفاده کنیم نه باید از گود استفاده کنیم مثلا یک آدم شناخته شده میشه a well known person well known known پس participle و ما با well اگه پشتش بذاریم یعنی شناخته شده خیلی خوب یک صفت میشه آدمی که تحصیل کرده است با تحصیلات را بهش میگیم well educated تحصیلات خوبی داره تحصیل کرده است تو فارسی میگیم وقتی یه چیزی حقوقش خوبه به اصطلاح میگن با حقوق مکفی میشه well paid well behaved well behaved آدم خوش اخلاقه آدم خوش برخورد و خوشرو well behaved پس اینا رو نمیتونیم از good استفاده کنیم نگید good known good educated good paid و good behaved اینا با well میاد خیلی خوب حالا ممکنه بگی آقا اوکی شما گفتی که well قید و good صفته پس من نمیتونم بگم I'm very well میتونی بگی چرا؟ چون well یکی از معانیش قید خوبه که یعنی به خوبی معنی دومش یعنی در سلامت بودن اینجا دوباره صفت میشه پس well هم حالت قید داره که میشه قید good هم خودش به تنهایی میتونه صفت باشه به عنوان صفت میشه in good health پس تو میتونی بگی I'm very well How are you today? حالت امروز چطوره؟ I'm very well Thanks حالم خیلی خوبه اینجا گفتیم که I'm very well اینجا well به معنی in good health و یک adjective خیلی خوب پس well هم قید و هم adjective میتونه باشه با معانی مختلف خب این از قسمت اول خیلی راحت قسمت دوم این ستا رو خوب یادتون باشه اینا هم صفتن هم قیدن یعنی هم میتونی اینا رو بعد از فعلهای های be, feel, taste, seem و غیره استفاده کنی هم میتونی باش یک اسم رو توصیف کنی هم میتونی نحوه انجام فعل رو که قید این کار رو انجام میده باز از اینا استفاده کنی هم قیدن هم صفت بنابراین تو میتونی بگی درن is a fast runner یا yeah. درن can run fast اینجا تو گفتی fast runner این اسم رو توصیف کردی اینجا گفتی run fast چجوری میدوه؟ خیلی سریع میدوه it's hard بعد از فعل to be it's hard صفت استفاده کردی تو find a job right now Kate works hard کیت کار میکنه چه جوری کار میکنه خیلی سخت کار میکنه نحوه انجام کار با قید کیت works hard نمیگی هاردلی راجب هاردلی کلی قرار رو صحبت کنی آماده هاردلی باشین sorry I'm لیت late. Late اینجا صفته چون بعد از فعل تو هم اومده got up late دیر بیدار شدم بیدار شدن got up یک اکشنیه که انجام شده حالا چه جوری بیدار شدم خیلی دیر بیدار شدم late اینجا قید خب گفتیم لیت هم میتونه صفت باشه هم قید باشه ولی تو میگی که من لیتلی هم شنیدم اون چیه اون یه معنی دیگه داره لیتلی یعنی ریسنتلی یعنی اخیرا اخیرا تامو دیدی have یو seen تام lately؟ یعنی ریسنتلی اخیرا تامو دیدی پس نگی دیر به طور دیر و اینا اون خود همون لیت late. لیتلی نیست لیتلی یه معنی دیگه داره که اینجا گفتیم میشه اخیرا ریسنتلی خیلی خب بریم قسمت بعدی که هاردلیو خیلی باید با دقت یاد بگیریم خب آماده باشین که این قسمت خیلی مهمه بچه هاردلی باز دوباره قیده ولی به معنای بسختی نیست یعنی خیلی کم یا تقریبا هیچی میتونه یه جایی به معنی بسختی باشه ولی بهتون میگم کجا به طور کلی چیزی که به صورت مین به صورت اصلی باید تو زنتون باشه همین به ندرت و خیلی کم و تقریبا چیه پس hardly میشه very little almost not تقریبا هیچ تقریبا نه مثلا تو مثال بهتر متوجه میشین Sarah wasn't very friendly at the party سارا زیاد تو مهمونی صمیمی نبود از چینو اینو فهمیدم چون خیلی کم با هم حرف میزد خیلی کم با هم حرف زد تقریبا هیچ با هم حرف نزد من این جمله رو اینجوری میگم she hardly spoke to me she hardly spoke to me میبینی اینجا نمیتونم بگم او به سختی با هم حرف میزد به سختی مثلا یه جوریه شاید بعضی منظور منظورتو بفهمن ولی باید بگی خیلی کم بام حرف زد یا اینکه تقریبا هیچ با هم حرف نزد almost not very little یا این جمله we've only met once or twice ما فقط یکی دو بار همدیگر رو دیدیم پس ما خیلی کم همو میشناسیم تقریبا همو نمیشناسیم میتونم از hardly استفاده کنم میگم We hardly know each other خیلی خوبه نه؟ اینو خیلی استفاده کنید و واقعا چیز خوب و هرفهیه We hardly know each other ما تقریبا همون نمیشناسیم خیلی کم همون میشناسیم حالا hard رو با hardly مقایسه کنیم من گفتم که hard میتونه هم صفت باشه هم قید باشه ولی hardly قیدیه که معنیش ربطی به hard نداره خودش معنی خیلی کم و تقریبا هیچی میده یه سری معنی های دیگه داره که این پایین بهتون میگم اینجا میگی تو میگی he tried hard to find a job خیلی دقت کن این تیکه رو he tried hard to find a job but he had no luck اینجا یعنی سخت تلاش کرد قید دیگه he tried سعی کرد چه جوری سعی کرد خیلی سخت خیلی زیاد تلاش کرد to find a job که شغل رو پیدا کنه ولی بعد شانس بود یعنی پیدا نکرد حالا جمله دومو ببینید پس این اولی یعنی خیلی سخت تلاش کرد دومی میگه I'm not surprised he didn't find a job یعنی تعجب نکردم که شغل گیرش نیومد he hardly tried ببین اینجا hardly رو بردم قبل از فعل گذاشتم میگم he hardly tried یعنی اصلا سعی و تلاش نکرد خیلی کم تلاش کرد بنابراین تعجب نکردم که شغل رو نگرفته ببین دقیقا برعکس همه معنیاش تو این بالا گفتی که he tried hard خیلی سعی کرد he hardly tried اصلا تلاش نکرد خیلی کم تلاش کرد پس می‌بینی این دوتا چقدر با هم فرق دارن حواست باشه اشتباه استفاده نکنی واقعا مهمه میتونم بگم we hardly know each other no فعلمه hardly گذاشتم قبلش we hardly know each other ما زیاد همو نمیشناسیم خیلی کم همو میشناسیم خیلی خوب حالا اونجایی که گفتم میتونه معنی سخت بده اینجاست بعد از فعل توانستن I can یا yeah, I could گذاشتش Your writing is terrible یعنی دستخطت خیلی بده فاجعه است I can hardly read it. اینجا یعنی خوندنش برام خیلی سخت و غیر ممکنه I can hardly read it. خیلی برام سخته که بخونمش یا تقریبا برام غیر ممکنه که بخونمش پس hardly بعد از can بعد از فعل توانستن معنی خیلی سخت بودن اون کار رو میده یا تقریبا غیر ممکن بودن برام اون رو میده این یکی جمله My leg was hurting. پام درد میکرد. I could hardly walk. اصلا نمیتونستم راه برم. خیلی راه رفتن برام سخت بود. ما اینجا بعد از could گفتیم hardly. یعنی اون کاری که بعدش میخوایم می بگیم خیلی برامون انجامش سخت بود و تقریبا غیر ممکن بود. نمیتونستم راه برم. خب حالا چند تا استفاده دیگه هم از hardly اینجا براتون میگم. بچه ها وقتی بعد از hardly شما از any استفاده میکنید. حالا any هرچی. any تنها any به اسم. anybody, anyone, anything, anywhere. اینجا شما دارین از کوانتیتی استفاده میکنید یعنی دارین مقدار اون چیز رو بیان میکنید که مقدارش خیلی کمه پس وقتی میگید hardly any یعنی مقدار خیلی کم تعداد خیلی کم how much money do we have چقدر پول داریم hardly any تقریبا هیچی نداریم مقدار خیلی کم پس hardly بعدش any بیاد کوانتیتی مقدار پایین These two cameras are very similar. There's hardly any difference between them. میتونید این جمله رو معنی کنید؟ این دو تا دوربین خیلی شبیه همن. تقریبا هیچ تفاوتی بینشون نیست، یعنی مقدار تفاوت کمه. There's hardly any difference. Any difference. یعنی تفاوت خیلی کمه. مثال بعدی The exam results were bad. نتایج امتحان بد بودن. Hardly anybody in our class passed. یعنی تقریبا کسی تو کلاسمون قبول نشد یا تعداد خیلی کمی از بچه ها قبول شدن میبینی؟ hardly anybody مقدار و کم quantity. درسته؟ very few students passed خیلی تعداد کمی قبول شدن she was very quiet she said hardly anything hardly به any که اینجا anything آورده شده یعنی تقریبا هیچی نگفت خیلی کم حرف زد خیلی ساکت بود آدمش ساکتی بود she was very quiet She said hardly anything. یا میتونیم اینجوری هم بگیم She hardly said anything. این هم که گفتیم hardly قبل از فعل اومده. خب این کارورد بعدی دیگه خیلی مهمه. Hardly ever. این یک قید فریکونسیه بهش میگیم adverb of frequency. قیدهای فریکونسی و بلدین قیدهای تکرار شونده مثل مثلا never, seldom, always. اینا هم بهشون میگیم قید فریکونسی دیگه. Hardly ever هم همونه. یعنی قید تکرار شوند است و تقریبا نزدیک به همون never never که یعنی هیچ وقت خب ولی وقتی میگین hardly ever یعنی خیلی خیلی کم اتفاق میفته اون قضیه مثلا اینجا بگیم I'm nearly always at home in the evenings تقریبا اصرا همیشه خونه میبینی؟ میگه تقریبا nearly always تقریبا همیشه پس خیلی خیلی کم میرم بیرون خیلی خیلی کم نمیتونیم اینجا بگیم never چون گاهی ممکنه برم بیرون میگیم hardly ever I hardly ever go out اینجا دقت کن ما وقتی از never استفاده میکنیم تو جمله هرچند فعل جمله و مثبته ولی بار منفی داره یعنی اگه جمله مثبت باشه بارش منفی میشه وقتی میگم I never go out یعنی من هیچ وقت نمیرم بیرون ترجمه اینجوری میگیم I hardly ever go out یعنی تقریبا هیچ وقت نمیرم بیرون خب یا خیلی خیلی کم میرم بیرون قید تکرار شونده adverb of frequency کاربرد آخری هم شاید یه خورده حالا گیجتون کنه بعد از این هاردلی که خوندیم ولی اینجا میگه مطمئنا نه گاهی معنی مطمئنا نمیده وقتی که ما اصلا دیگه واقعا مطمئنیم که اون چیزا اصلا وجود نداره یا خیلی کمه اینجا باز از هاردلی استفاده میکنیم مثلا تو سه روزه نخوابیدی من دارم بهت میگم که این اصلا تعجب آور نیست که تو الان خسته باشی تعجب چی میشه surprising. حالا من میخوام بگم که قطعا اصلا تعجب آور نیست میخوام بگم it's certainly not surprising به جاش میتونم بگم it's hardly surprising that you're tired you haven't slept for three days سه روز نخوابیدی این که تو خسته باشی hardly surprising مثال بعدی ما توی وضعیتی هستیم که جدیه ولی بحران نیست جدی بودن اینجاست بحران بودن اینجاست ولی but it's hardly a crisis ولی قطعا یک بحران نیستش certainly یعنی it's certainly not a crisis پس certainly not بعضی وقتا میتونه جایگزین همون hardly باشه یا برعکس hardly به جای جایه certainly not یه مرور بکنیم hardly رو چون یه خورده سخت شده اسم کنم ببین چیزی که کلا باید تو ذهنت باشه A very little و almost not تقریبا هیچیه خیلی وقتا hardly همونه یه وقتایی بعد از can میاد که معنی اون کار خیلی برام سخته I could hardly walk به سختی میتونستم راه برم وقتی بعدش any میاد حالا anybody, anything و غیره معنی quantity کم امیده مقدار کم hardly ever قید تکرار adverb of frequency که به معنای چیزی که خیلی خیلی کم تقریبا هیچ وقت انجام نمیشه ولی حالا ممکنه یه وقتای انجام بشه و آخرین موردم که hardly به معنای certainly not بود که گفتیم چیزهایی که خیلی واضحن و گفتیم مثلا سه روز نخوابیدی پس hardly surprising که الان خوابت بیاد و اینکه این موقعیت جدیه ولی it's hardly a crisis ولی قطعا یک بحران نیستش خب برای اینکه مطمئن باشم، یه چند تا تمرینم حل میکنم دیگه ویدیو رو تمام کنم ولی دلم اینجا ببینید 101 سوال اول میگه که I'm tired because I've been working hard داشتم سخت کار میکردم اینجا شما اگر از hardly استفاده کنید مثلا تو بگی I've been hardly working اصلا make sense نمیکنه. کنه تقریبا هیچ کار نمی کردم نه من الان خستم یا I'm tired because I've been working hard hard اینجا قیده یعنی به سختی داشتم کار میکردم ستای آخر هم فکر میکنم خوب باشن

وقتی بعد از can ما از هاردلی استفاده میکنیم یعنی اون کار برامون خیلی سخته من به سختی میتونم ببینم یا دیدن برام خیلی غیر ممکنه پس میگم که I can hardly see ساختاری که داشتیم Ben is going to run a marathon Ben قراره که یک دو ماراتون شرکت کنه He's been training hard یا hardly به سختی داشت تمرین میکرد به سختی hard خیلی خوب اینم از این بازم تمرین حل کنم باش این یکی سوال گفته از hardly استفاده کنید با فعل هایی که میدونید hardly اینجا یعنی خیلی کم تقریبا هیچی Kate was very quiet this evening Kate این اس امروز اس خیلی ساکت بود She blank anything میخوام بگیم تقریبا هیچی نگفت She hardly said anything She hardly said. Gary looks just like he looked 15 years ago. Gary 15 he has hardly changed. تغییر تغییر he has hardly changed. David looked different without his beard. دیوید بدون ریشش خیلی تغییر کرده بود قیافه شوست شده بود پس من تشخیصش ندادم نفهمیدم اون دیویده پس من میگم که I hardly recognized him تقریبا تشخیصش ندادم I almost didn't recognize him سوال آخرم که hardly any و hardly ever که hardly any ها quantity کم hardly ever قید تکراره یعنی تقریبا هیچ وقت اینام you know?